معین الکاظمی رئیس کمیته زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در عراق صبح امروز شنبه طی اظهاراتی گفت ما در این کمیته رسما درخواست می‌کنیم جنایتکارانی که مرتکب جنایت هولناک اسپایکر شدند اعدام شده و به مجازاتشان برسند. وی در ادامه افزود با اعدام این جنایتکاران بخشی از حقوق بازماندگان این جنایت ضد بشری که توسط سنی‌های تندروی داعش در ابتدای ظهور داعشی‌ها در عراق انجام گرفت احیا خواهد شد. او که در نهمین سالگرد پایگاه هوایی اسپایکر واقع در شهر تکریت عراق سخنرانی می‌کرد گفت این جنایت چهره سیاه مرتکبان آن را برملا کرد. او در پایان گفت از عشایر شهر تکریت درخواست می‌کنم با اعلام براءت از این جنایتکاران که مرتکب چنین جنایتی شدند موضع رسمی خود را اعلام کرده و عدم حمایت خود از جنایت اسپایکر را اعلام کنند. مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا در جلسه اخیر هفتگی خود وضعیت برق شهر مقدس کربلا را مورد بحث و بررسی قرار داد. عبدالصاحب الکشبان مدیر مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام ضمن اعلام این خبر افزود جلسه اخیر طرح 40-2030 میلادی با حضور 50 میلیون زائر که به صورت منظم و هفتگی در مقر این مؤسسه برگزار می شود با حضور تنی چند از مسئولان، مقامها، کارشناسان و فعالان مربوطه برگزار گردید. وی در ادامه افزود در این جلسه که با حضور حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام برگزار شد حاضرین راهکارهایی برای حل مشکل کمبود برق در شهر مقدس کربلا در ایام زیارت 40 که میلیون ها زائر در این شهر مقدس حضور دارند ارائه کردند. گفتنی است جلسه این هفته با حضور مهندس فائز ابوتهین مدیر توزیع برق شهر مقدس کربلا برگزار شد. آلمان یک برنامه پذیرش بشردوستانه برای افغانی‌های در معرض آزار و اذیت طالبان لحاظ کرده بود تا بتواند ماهانه بیش از 1000 نفر را از افغانستان به آلمان پذیرش کند. با این حال در 8 ماه گذشته و حتی یک نفر هم به آلمان نرسیده است و این برنامه به دلیل ادعاهایی مبنی بر سوء استفاده از آن به حالت تعلیق درآمد. در نتیجه این تعلیق هزاران نفر از افغانستان و کشورهای همسایه سرگردان شدند. شاید ذکر است وزارت امور خارجه آلمان تصریح کرد که تقریبا تمام این موارد تعلیقی مربوط به افرادی است که قبلا به کشور سالس نقل مکان کردند و سعی می کنند برای این برنامه درخواست دهند، در حالی که این برنامه فقط برای افرادی است که در افغانستان و در آزار و اذیت طالبان قرار دارند. انفجار در یک کارخانه موشکسازی در آنکارا پایتخت ترکیه منجر به وقوع حریق و کشته شدن 5 تن شده است. به گزارش اسپوتنیک مقامات ترکیه امروز شنبه اعلام کردند که آتش سوزی ناشی از وقوع این انفجار توسط نیروهای آتش نشان مهار شده است. تا کنون گزارشی در مورد علت وقوع این حادثه منتشر نشده است. برخی منابع اعلام کردند که این حادثه تعدادی زخمی نیز داشته است. تیراندازی عناصر مسلح به یک خودرو در شهر پاراچنار پاکستان جان یک شهروند شیعه را گرفت. در ادامه قتل عام هدفمند شیعیان در پاراچنار پاکستان یک جوان شیعه دیگر هدف تیراندازی عناصر تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
ماه گذشته نیز تکفیری ها به یک مدرسه پاراچنار حمله کرده و 8 معلم این مرکز آموزشی را به شهادت رساندند. گفتنیست شهر پاراچنار مرکز منطقه قبیله کروم که جمعیت عمده آن را شیعیان تشکیل می دهند در شمال غرب پاکستان قرار دارد و در سال 1398 همراه با سایر بخش های مناطق قبایلی به ایالت خیبر پختونخوا الحاق شدند. رخدادهای تروریستی توسط عناصر تکفیری و فرقه‌گرا که در سالهای اخیر غیر نظامیان بی‌دفاع در این منطقه باعث شد تا محدودیت‌های سختی در پاراچنار اعمال شود. همچنین شماری از علما و خانواده‌های شیعیان مفقود الاثر در پاکستان با برپایی تجمع اعتراضی در شهر کراچی این کشور از افزایش خشونت علیه جامعه شیعیان در پاکستان ابراز نگرانی کردند. معترضین هشدار دادند که جوانان مفقود شده شیعه باید سریعاً بازیابی شوند، در غیر آن جامعه شیعیان پاکستان خاموش نخواهند ماند.